قیام 1920 یا انقلابی که به صورت الاشرین مشهور شد از رویدادهای مهم تاریخ معاصر در عراق است این قیام واکنش از سوی مردم عراق در برابر استعمار دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول بود همکارم علی اکبری گزارش می دهد با آغاز جنگ جهانی اول انگلستان از سوی خلیج فارس به عراق که آن زمان جزی از امپراتوری عثمانی بود حمله نمود مردم و قبایل مختلف عراقی با وجود نارضایتی که از حکومت عثمانی داشتند برای دفع تجاوز انگلیسی ها به نیروهای ترک پیوستند مرحوم آیت الله ازما سید محسن حکیم که بعدها به مرجعیت رسید علیه انگلیسی ها به جنگ رفت برخی از مراجع تقلید و علمای شیعه از جمله مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی در سامرا به وجوب جنگ با انگلیسی ها فتفا دادند پس از مدتی بسیاری از مناطق عراق به تصرف انگلستان درآمد و با پایان یافتن جنگ جهانی اول انگلستان تمام خاک عراق را اشغال کرد دولت انگلستان پس از برخی از وقایع و رخدادها تصمیم گرفت رفراندومی در عراق برگزار کند پژوهشگران تاریخی بر این اعتقادند که دولت انگلستان تلاش داشت نتیجه همه پرسی ادامه ی حضور انگلستان در عراق باشد اما مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی در سال 1919 میلادی که به نیات پشت پرده و شوم این مسئله پی برده بود در اقدامی شجاعانه و تاریخی در رابطه با این رفراندوم فتوا داد هیچ کس جز مسلمانان حق ندارد بر مسلمانان حکومت کند نمایندگان شیعه و اهل تصنن عراق در سال 1919 میلادی در بیانیه خواستار تاسیس کشوری عرب از موسل تا خلیج فارس شدند که در رأس این کشور یکی از فرزندان شریف حسین قرار بگیرد و پادشاه باشد در کنار این پادشاه یک مجلس قانونگذاری نیز تشکیل شود که مرکز آن در بغداد باشد پژوهشگران تاریخی معتقدند با وجود مخالفت مردم نمایندگان انگلستان تنها آرای هواداران انگلستان را ثبت کرده و به همین جهت به نتیجه واقعی این رفراندوم اهمیتی ندادند لذا مردم بخش هایی از کشور عراق در تابستان سال 1920 میلادی علیه حکومت انگلستان قیام کردند این قیام به صورت الاشرین معروف شد و سه ماه ادامه داشت. هدف از این قیام بیرون راندن اشغالگران انگلیسی و ایجاد حکومتی مستقل بود. این قیام حدود یک سوم کشور را در بر گرفت و در بخش های میانی فرات و برخی استان های دیگر همچون ناصریه تداوم یافت. مورخان معتقدند بیشتر قبایل سنی به این قیام نپیوستند. مورخان نقش علما و روحانیون را در انقلاب 1920 عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کردند. میرزای شیرازی رهبری قیام را بر عهده داشت. روحانیونی همچون سید ابوالقاسم کاشانی، شیخ محمود جواد جزائری و سید محمد علی هبت الدین شهرستانی نقش پررنگی در این انقلاب داشتند. رهبران و رؤسای اشایر نیز تأثیر عمدهای در قیام داشتند میرزای شیرازی با تأسیس مجلس انقلاب و انجمنهای محلی بر اساس قوانین اسلامی توانست اولین حکومت اسلامی معاصر را در شهر مقدس کربلا ایجاد کند اما با فوت ایشان و شکست انقلاب 1920 و فشار انگلیسی ها این حکومت پایدار نماند. انگلیسی ها به لحاظ سلاح بسیار پیشرفته تر از عراقی ها بودند و حجم سلاح های سنگین آنها بسیار بیشتر بود انگلستان از نیروی هوایی خود نیز در این جنگ بسیار استفاده کرد که بسیار تأثیر گذار بود همچنین نیروهای کمکی انگلستان از ایران و هند به عراق اعزام شدند و مجموعه اینها برتری نظامی و شکست طرف عراقی را سبب شد تعداد عراقی های کشته شده در این قیام بیش از 9000 نفر بود از انگلیسی ها نیز 426 نفر کشته شدند و هزینه این جنگ برای آنها معادل 40 میلیون پوند تمام شد دولت انگلستان در نهایت تصمیم گرفت یک دولت عربی را در عراق به سر کار بیاورد و در عین حال قدرت و منافع خود را نیز حفظ کند در سال 1921 میلادی فیصل فرزند شریف حسین توسط انگلیسی ها به عنوان پادشاه عراق انتخاب شد شیعیان با وجود اینکه در ابتدا خواهان پادشاهی یکی از فرزندان شریف حسین بودند با فیصل مخالفت کردند این مخالفت به دو جهت بود اولان که این اقدام بدون دخالت مردم عراق صورت می گرفت و انگلیسی ها فیصل را به این مقام برگزیده و به قدرت رسانده بودند. و ثانیا در دولت فیصل بین ده مسئول اصلی، 35 بخشدار و 85 مدیر محلی جز در شهرهای مذهبی هیچ فرد شیعی حضور نداشت و این مسئله سبب مخالفت شیعیان شده بود. شیعیان عراق پس از اشغال شدن کشورشان در این اقدام تاریخی به رهبری مراجع و روحانیون شیعه قیام گسترده ای در برابر اشغالگران سازمان دادند این قیام اگرچه به استقلال کامل عراق نینجامید اما در شکست سیاست های دولت بریتانیا و پیدایش نخستین حکومت ملی در عراق تاثیر بسزایی داشت علی اکبری اخبار شیعه Thank you.